درود بر شما. با 180 ثانیه پنج شنبه 30 فروردین ما همراه ما باشید. نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، از بازداشت دختر دیگرش آیدا خبر داد و در اینستاگرام نوشت: دیروز دخترم آیدا توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران به دلیل نداشتن حجاب اجباری دستگیر شده و هنوز در بازداشت به سر می‌برد. جمعی از افراد موسوم به نواندیشان دینی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای بازگشت گشت ارشاد برای برخورد با حجاب اختیاری زنان و دختران در کشور را محکوم کرده و گفتند دوران یاروسری یا توسری برای همیشه سپری شده و بازگشت ناپذیر است و برخوردهای خیابانی تصویری عریان از درندخویی حکومت نسبت به نیمی از جامعه بالنده ایران را نشان می‌دهد. روزنامه العربیه جدید خبر داد که آمریکا با طرح اسرائیل برای حمله به رفح در ازای عدم حمله گسترده به ایران موافقت کرده است. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل نیز گزارش داد که ارتش این کشور منتظر چراغ سبز برای آغاز عملیات نظامی خود در رفح است. رهبران اتحادیه اروپا در دومین روز نشست خود در بروکسل بر تشدید تحریم‌ها علیه تولید کنندگان پهپاد و موشک در ایران تاکید کردند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز خواستار مؤثرتر شدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، از تصمیم اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌ها علیه نظام اسلامی استقبال کرد. نمایندگان دائم ده‌ها عضو سازمان ملل شامل آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اوکراین و اسرائیل در بیانیه مشترک حمله‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کردند. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری ABC نیوز گفت بعید است اسرائیل تا پس از عید پسح که از دوشنبه آینده آغاز می شود و 8 روز ادامه دارد به جمهوری اسلامی حمله کند. این مقام گفت که سپاه پاسداران و مقامات ارشد جمهوری اسلامی همچنان در آماده باش هستند و برخی در خانه های امن و تأسیسات زیرزمینی به سر می برند. در حالی که آمریکا و اروپا میگویند دور جدیدی از تحریم‌های موشکی و پهپادی را علیه جمهوری اسلامی و شرکت‌های وابسته به سپاه و وزارت دفاع اعمال می‌کنند، فاینانشال تایمز گزارش داد که صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در 6 سال اخیر رسیده و 35 میلیارد دلار درآمد از آن جمهوری اسلامی کرده است.